سلام علیکم بیننده عزیز، من موضوع لرمیدی یک بار دیگر در خدمت شما هستیم از طریق برنامه نما سینما افغانستان. نه هالیوود وجود داره نه بالیوود. عیدتان مبارک. این بار ویژه برنامه عیدی نما و با سینماگرا، سینماگرای عزیز ما که در گوشه کنار کابل از فعالیت‌های خود امشب برای شما قصه‌ای داره، رازهایی داره. دیگر چی بهتر است که از افغانستان بیرون بریم، بیرون از افغانستان و بیرون از ولایت کابل که دوستا پیام‌های ایدی داره، با هم یک جای رفته پیام‌هایشان هم میشنویم میبینیم. بعدن با سینماگرا که امشب مهمان ویژه برنامه واستن همراهشان صحبت‌هایی داریم، با ما باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین که از همه اولتر برای تلویزیون جهانی آینه و بیندگان عزیزشان عید سعید فطر تبریک بگویم و از خداوند متعال روزهای پرمیمنت برشان بخواهیم. دوستا، بهترین زمینه هست که یک بار دیگه یادآور شوم دوستایی که چی در داخل هستند، چی در خارج، در هر گوشه و کنار دنیا که هستند، آرام و جور و خوش و تیار باشند. و در اخیر میخوایم که عید مشخصا برای جناب مارشال صاحب تبریک بگویم و اضافه بکنم که جناب مارشال صاحب چشم امید مردم هستی و مردم انتظار بسیار دستاوردهای از شما هست. این مردم تنها نمانین. در بسیاری از ایدها، در بسیاری از دید و دیدها با هم بودیم، در شبرغان، در کابل عید برتان تبریک گفتیم، ولی ای بار هم میخواستیم که با حضورتان بیاییم و مشرف شویم و عید برتان تبریکی بگوییم و یک بغلکشی دوستانه همراهتان داشته باشم. ولی خب خوشبختانه که شما مصروف بسیار کارهای جدی هستین و به ترکیه تشریف دارین. انشالله که آمدین خدمتتان خاطر رسیدیم. از همین جه عید برای شما و برای همکارایتان، برای فامیل محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلام درود خدمت تمام هموطنان عزیزم. امیدوار هستم که صحتمند باشین در گوشه و کنار دنیا که هستین. رولا رحیمی هستم، مسئول اتحادیه سینماگران اروپا. خواستم که عید ماه مبارک رمضان از طریق چینل تلویزیون جهانی آینه عید برای تمام هموطنان مبارک باد بگویم، به خصوص سینماگرای عزیز و فامیل. بسیار تشکر و سپاسگزاری میکنم از محب جان عزیز ناظرین. تبریک بگویید که عید رمضان شد، تبریک بگویید که عید رمضان شد، خوشنود از این عید دل پیر و جوان شد. ماه رمضان آمد و بگذشت بخیر، ماه رمضان آمد و بگذشت بخیر، تا سال دیگر از نظر خلق نهان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب انجینیر لال محمد دورانی از جمله هنرمندان و سینماگران در خارج از کشور و مسئول اتحادیه جدید به نام اتحادیه هنرمندان و سینماگران در خارج از کشور و دورانی فن، مقیم شهر اسن آلمان می باشم. عید سعید فطر را از صمیم قلب از طرف خود و اعضای اتحادیه از طریق تلویزیون زیبا و موفق آینه برای ملت غیور و مسلمان افغانستان، کارکنان محترم تلویزیون آینه و خصوصا محب جان امیدی عزیز، هنرمندان، سینماگران و دیگر دوستان گرانقدر و عزیزم در داخل و خارج کشور تبریک و تهنیت میگویم.
روزه و نماز و عباداتتان به درگاه حق قبول باد با امید صلح سرتاسری در کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام، عرض و ادب خدمت عمه حنان دوست داشتنی و هنرمندان محبوب و نازنین کشورم. خواستم مرهم به نوبه خیش عید سعید فطر را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کرده و از بارگاه ایزد متعال طول عمر با داشتن صحت کامل همراه با فامیل های عزیزتان تمنا می دارم. قربانتان، دوستتان دارم، مخلصتان عزیز فروغ. سلام علیکم. سلام هموطنان عزیز، امیدوارم همه شما عزیزان جور خوشتر حال باشین. عید سعید فطر برای شما عزیزان از صمیم قلب تبریک میگم. امیدوار هستم که روزهای بسیار خوش سپری کرده باشین. پیام ما از طریق تلویزیون آینه برنامه جالب و خوب سینما خدمت شما عزیزان تقدیم است. کریم تنویر از کشور هلند، هنرمند کوچک شما عزیزان. سلام خدمت همه بیننده های تلویزیون آینه، به خصوص برنامه نما، برنامه خودتان. خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین و از مرض کرونا در امن باشین. ایده به همه شما عزیزان تبریک میگم و نگفته نمانه، کسایی که با چهره ما آشنایی داره حتما فیلم پدر ظالم دیده و کسایی که آشنایی ندارن پیشنهاد میکنم یک بار فیلم پدر ظالم ببینن. اولین فیلم وحشتناک در سینمای افغانستان است، حتما خوشتان میره. هالیوود، بالیوود را تعقیب کنین، من نمیگم تعقیب نکنین، اما در پالوش از تولیدات کشور خودتان هم حمایت کنین. و دوستایی که در عید خانهایشان رفتن نمیتونم، از همینجا برشان تبریک میگم و ناگفته نمانه منتظر فیلم جدیدم، یعنی فیلم عزلم، رمان و همچنان اکشنی منتظرش باشین. بخیر به زودی افتتاح میشه. بیشتر از این وقت دانا نمیگیرم دوستای عزیز، وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدارتان. هر انسان از خود یک داستان داره و داستان من عزلم است. دوست دارم، عزلمم، عاشقتم، رومانتیکم. کسایی که تو را در این وضعیت رسانده از همشان انتقام میگیرم. تو دیوانه دیگه کی هستی؟ دیوانه عزلم تو میگن؟ نه، مرا میگن. وقتی که بخاطر جان داده میکنم، جان گرفته هم میتونم. سلام، عرض ادب دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم، چی در داخل کشور هستند چی در بیرون از کشور هستند، و یک سلام خاص خدمت تمام هموطنان عزیزم که مرا از تلویزیون زیبای آینه میبینند. عید سعید فطر را به تمام هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. البته به برکت همین عید سعید فطر خداوند یک صلح سرتاسری را بیاره تا ما بتانیم با هم زندگی بکنیم و در فضای صلح زندگی بکنیم. تشکر، زنده و سلامت باشید. سلام،
سلام و درود خدمت تمام هموطنان عزیزم در هر سرزمینی که زندگی میکنی، چه در افغانستان چه بیرون از افغانستان هست، من سلام خود خدمت تک تکتان تقدیم میکنم. دوستان عزیز، سرایه نوزهی هستم، هنرپیشه سینما. خواستم که عید ماه مبارک رمضان از طریق تلویزیون جهانی آینه برای تمام هموطنان عزیزم، خصوصا فامیل محترم خود، عیدو برایشان تبریک بگم و امیدوارم روزای خوب و خوش رو پیش رو داشته باشید و جا داره از هنرپیشه عزیز و گوینده موفق تلویزیون جهانی آینه محیب جان عزیز تشکر کنم که این زمینه برای ما مساعد ساخت از طریق تلویزیون جهانی آینه برای تمام هموطنان عزیزم عید را تبریک بگم. عیدتون مبارک. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. احمد نوزایی هستم. انشالله روز نمازتان درگاه حق قرار بگیرد و از صمیم قلب عید سعید فطر را برای همه هموطنان عزیزم و خانواده عزیزم تبریک میگویم. انشالله هر جا که هستین شاد و پیروز و موفق باشید. این عید فرخنده را به تمامی مردمان مسلمان دنیا، به خصوص هموطنان عزیزم چی در داخل کشور هستند و چی در خارج کشور، تبریک و تهنیت عرض میکنم. روزه و نماز شما قبول بارگاه حق. بوی عطر خوش عیدی آمد از پنجره ملکوتی رمضان، گوارای وجود پاکتان. با نام و یاد پروردگار عالم، منصور رحمانی هستم، عضو کوچک سینمای افغانستان، مقیم در جرمنی. عید سعید فطر از صمیم قلب به تمام هموطنان عزیز خود تبریک و تهنیت عرض میکنم و از دربار پروردگار عالم میخوایم که یک صلح دائمی و سرتاسری در افغانستان حاکم بشه که تا تمام مهاجرینی که دور از وطن هستند در کنار وطندارا و فامیل های خود برگردن و از خداوند میخوایم که همیشه هموطنان عزیزم شاد، خرم، تندرست باشن. شب روز شما خوش. بدرود. سلام و تمام هموطنان عزیزم، چی داخل افغانستان و چی بیرون از افغانستان. دوستان عزیز، من جاوید واسعی هستم، رسام و هنرپیشه سینما. خواستم به این وسیله از طریق تلویزیون شبکه جهانی آینه عید سعید فطر به شما تبریک بگویم و ضمناً از گوینده و هنرپیشه موفق محیب جان تشکر میکنم که با ما امکانات مهیا ساخته تا بتوانیم عید سعید فطر به هموطنان عزیز خود و به فامیلای عزیز خود تبریک بگوییم. با امید آرامی و صلح دائمی افغانستان عزیز. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام هموطنان عزیز خود در گوشه و کنار دنیا که هستید. شیرخان خاکسار میباشم. عید سعید فطر از طریق تلویزیون جهانی آینه و تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم. عید خوش داشته باشه. روزه و نمازتان قبول، عبادتاتان قبول. و یک تشکری خاص میکنم از محیب جان امید که همیشه وقت تای تلاش به هنرمندای عزیز داره و از تلویزیون جهانی آینه جهان سپاس که همیشه وقت چی هنرمندان در داخل است چی در داخل است یادآوری کردم و از نمایندگی اتحادیه سینماگرای سرتاسری افغانستان مقیم آلمان عید سعید فطر به تمام شما وطنان عزیز خود تبریک میگم. عید خوش داشته باشه وطنان عزیز خود. همیشه وقت خوش و خندان باشید. دوستان دارم، ملت عزیزم. سلام به تمام دوستان نازنین گلم. امیدوار هستم هر جا هستن خوب باشن، در هر کشور دنیا هستن، چی در افغانستان هستن.
دوستان نازنینم، رهایت نازنینم، دنیا دلاور هستم، هنرمند و هنرپیشه سینما. خواستم که از طریق تلویزیون جهانی آینه عید ماه مبارک رمضان را به تمام شما هموطنان نازنین تقدیم بکنم و از خداوند تعالی یک عید خوب و خوش و شاد بر شما نازنین آرزو دارم. و جا داره که از محیب جان نازنین که این زمینه را بر ما فراهم کرده، مصاحب کرده که حداقل از دیار غربت پیام عیدی خود به تمام دوستان هموطن نازنین، خصوصا علاقمندان نازنینم، باز هم عید را به تمام شما دوستان نازنین تبریک عرض میگم. تشکر از همه شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت تمام هموطنان عزیزم و هنرپیشه‌های سینمای افغانستان، خدمت دکتر صفیه سپیدار، جناب فرید عظیم رئیس اتحادیه سینماگرا، استاد رولای رحیمی، کریم تنویر و تمام هنرپیشه‌های سینمای افغانستان، عید سعید فطر از صمیم قلب بر تک تک شما هموطنان عزیزم و هنرپیشه‌های سینمای افغانستان تبریک می‌گویم. آرزوی سال سرتاسری در کشور عزیزمان آرزومند است. خدا کنه که یک عید خوش داشته باشین در کنار فامیل‌های عزیزتان. تشکر. چی زود رفت این رمضان عمر ما، پس بلب جوی نشین و گذر عمر ببین. هموطنان عزیز و دوستای نهایت میهربان، عید سعید فطر از صمیم قلب بر تک تک شما عزیزان مثل یک مروارید، مثل ارغوان، مثل شکوفه، مثل شبهای مهتابی، مثل آب روان، مثل آسمان نیلگون و مثل آفتاب درخشان برایتون تبریک میگم. و از خداوند التجا میکنم یک عید خوش و دور از غمها، دور از رنجها، دور از ظلمت، دور از قاری، دور از خفگی داشته باشه و آغاز باشه برای پیوندهای دوستی محکم، استوار، صمیمیت، عشق، محبت، همدلی، همبرادری باشه. و آغوش باز یک یک شما را با آغوش های باز دوستایتان، عزیزایتان گرم و گرمتن باشد. دمتان گرم هموطن. عید شاد برتان میخواهیم، عید پر از میمنت برتان میخواهیم. این لطف خدا را، این لطف خدا که تازه آفریده شده، بسیار با شادی و سرور و مستی و عشق و علاقه ادامه بدید، فال نیک بگیرید. دمت گرم هموطن عزیز. عیدت مبارک، عیدت مبارک، عباداتت مبارک، عباداتت به دربار خدا قبول. و سلام. سلام درامات خدمت تمام دوستان تقدیم میکنم. نصیر احمد ناصری هستم، یکی از هنرپیشه‌های کوچک سینمای افغانستان. خواستم عید برای تک تک شما عزیزان، چی در داخل چی در خارج کشور است، تبریک و تهنیت عرض کنم. خدا کنه که عید خوش پیشی داشته باشین و یک آرامی سرتاسری در سراسر کشور ما شما بیاید، که بتانیم تمام دوستان خدا که حال فعلا هست طریق تلفن یا طریق تلویزیون عید تبریک میتونیم، بتانیم که در داخل کشور آمده و هست تک تکشان این مبارکی کنیم، داغوش بگیریم. بازم جهان سپاس از تلویزیون جهانی آینه که این برنامه زیبایی را که تانستن از ما هنرپیشا یک پیام تبریکی و هموطنان خود داشته باشیم جهان سپاس میکنم. بسن از محیب جان قند، روزتان خوش، عیدتان خوش، همیشه کامکار و کامیاب باشیم. به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم، چی داخل کشور و چی بیرون از کشور هستن که ما را هم اکنون از این برنامه میبینن. من معمر تاجیک هستم، یکی از سینماگران کوچک سینمای بزرگ افغانستان. میخواستم به نوبه خودم عید سعید فطر به تمام مسلمانان جان و مخصوصا مردم عزیز کشورم تبریک و تهنیت عرض بکنم.
روز نمازهایتان قبول باشه. امیدوارم از برکت‌های ماه مبارک رمضان به خوبی استفاده کرده باشه. دویم میخواستم به فامیل عزیزم تبریک بگویم. انشالله عید خوبی داشته باشم و انشالله جدایی ها غریبی ها خلاص شود تا بتونم فامیل ما از نزدیک ببینم. انشالله از گزند روزگار دور بمانین، از غم و پریشانی دور بمانین و از ویروس کرونا هم دور بمانین. برایتان آرزوی بهترین ها رو میکنم. دوستتان دارم. خیلی دوستتان. یک بار دیگه بیننده عزیز خوش آمدین، عیدتان تبریک باشه. امیدوار هستم که پیامای بزرگوارا که بیرون از افغانستان سینماگرای عزیز ما براتون ارسال کرده بود. دوستان عزیز، پیشتر اناس دادم، رفتیم تصویرها را دیدیم، بک‌گراند دیدیم که چنج شده ماشاءالله با ابتکار دوستا، دکورمون چنج شده و امروز برنامه‌ام چنج است. و شعاری که گفتیم عملی شد. نه هالیوود وجود داره نه بالیوود، صرف سینمای افغانستان و امروز سینماگرای ما کنار ما است. به افتخار تمام سینماگرها. تک تکتان عیدتان مبارک باشه. یک عید ما صد عید شد، چرا که اینجا اکثر بزرگوارا را میبینم که داستاندی و یا را نمیدیدم یا مصروف شوتینگ بودن یا مصروف کارهای هنریشان بودن. خوشبختانه بانوهای عزیز دارم، ماشاءالله ماشاءالله. خوشبختانه سینماگرای عزیز داریم، کارگردان ها، جوان های که در بخش مدلینگ هستن ماشاءالله، و یک قهرمان که در اونجا طرف محمود یک ریاکشن خاص که در رئیس این بزرگوارا را به افتخار خودت بانیم. سلطانی صاحب در قدم اول خویده بر خودت تبریک میگم و به ویژه برنامه سینماگرا که امروز از طرف تلویزیون آینه برگزار شده بسیار زیاد خوش آمدی. لباس مقبول پستهیت تبریک. سلامت باشی موهی بخن. همه تو بزرگوار بزرگوار میگی، فکر میکنی که ما از تو کده خیلی کلان هستیم. تو از ما کده فامیدی بسیار کلان هستی. خواه ما بنابه خود دوستای کمیل ششته عید برشان تبریک میگم. خدا کنه که عید خود خوش سپری کنن و از طریق برنامه زیبای شما برای تمام بیننده های شما چی در خارج کشور چی در داخل کشور است تبریک برشان میگم. خدا کنه عید خوش داشته باشه. اجمل عزیز، عید خودت هم تبریک، لباست تبریک، کارهای نو، فیلمهای نو تبریک. برای باز بعدا من پرسان میکنم، فعلا میتونی که برای علاقمندا برای دوستا پیام عیدیت داشته باشی. ببینید زنده باشی. سلام احترامات اول تقدیم خودت، بعد تقدیم کسایی که اینجا البته شیشتن و دوم نگاه از طریق همین کمرتون به تمام بیننده هایی که در خارج کشور یا در داخل کشور ما را میبینن عید برشون تبریک میتیم. خدا کنه امیدوار هستم که صحتمند دارای صحت کامل و همیشه در کنار فامیل خودن خوش آرام باشن و عید به خوشی به صحتمندی البته دور از کرونا به خیر سپری کنن و عید خوش داشته باشن. قربان شما. نوری صاحب بزرگوار، عیدتان تبریک، لباسا تبریک، خینه نماندیه؟ ولی در همین جریان خینه ماندن خینه را خلاص کردن. وقتی که ما رفتیم دیدیم چیز نمانده بود، او خاطر دیگه ناچار شدم گفت برو خیر بان دیگه. فرا رسیدن عید سعید فطر و تمام از بیننده های عزیزی که از طریق تلویزیون زیبای آینه ما را تماشا میکنن، عیدتان تبریک باشه. نماز روزی همه ما شما درگاه خداوند متعال قبول گردد. دیگه سلام عرض ادب خدمت تمام سینماگرای عزیز، همکارای بسیار نازنین و خودتان محب جان قند. علیک سلام، یک بار دیگه عیدتان تبریک باشه. ما شما این مغز کتم عید برسانی میکنه چی میکنه. بانوی عزیز که در بخش مادلنگ است، عید شما هم تبریک باشه، لباس های وطنی تبریک باشه که ماشاءالله چقدر براتون میزیبه. اولتر از همه سلام خدمت شما، عید شما مبارک و از طرف کامره شما به تمام بینندگان عزیز عید تبریک میگم. خدا کنه عید خوب و خوش داشته باشه. خب عید شما هم تبریک باشه. سلام و عرض ادب به شما، امید کافیت داشته باشید. رویان آیا بستم موضوع تیم مدلینگ هم بستگی، عید به شما و به تمام بینندگان عزیز تبریک. عید شما هم تبریک باشه، لباس های مقبولتان. امیدوار هستم که بخیر دیگه برنامه خوب داشته باشین، ما دیگه شاهد ثبت از او در استیجای مختلف باشیم. بسیار زیاد خوش آمدین. رومان عزیز، چرا از دور مرا بار بار میبینی پسخند میکنی، بار بار میبینی پسخند میکنی؟
خیرک آل لباس مقبول جور کردی. خواهش میکنم. عید تبریک باشه، لباس تبریک باشه. دیگه از طرف ما بر برادرزادام تبریک باشه. تشکر محب عزیز. محب عزیز، عید برای خودت تبریک، برای همکارای عزیزم تبریک، از طریق برنامه خودتان برای مردم عزیز ما تبریک. خداست که هر جای هستن عید خوش داشته باشن. چهره کارگردانا را کشیدی؟ قربانت محب جان. بانی عزیز، نرگس عزیز، جوانی که تازه و سینما رو آورده، اما انشاءالله شاید کارهای خوبش می باشیم. عیدتان تبریک باشه، لباستان تبریک باشه. دیگه شما چی تبریکی ها بر علاقمندا دارین بفرمایید. تشکر از شما آقای محب عزیز. اولا عید شما مبارک باشه، انشالله عید خوبی داشته باشین. دوما برای بیننده های عزیز عید را تبریک میگم، انشالله یک عید خوبی داشته باشین در کنار خانوادهشان و دوستای عزیز. اما خانواده ما فعلا خوب اینمی سینماگراست، همیشه این موسم فراموش نکردیم. دو عید یک سال نو دیگه هر هفته یک استیج دارم که سینماگر عزیز. دیگه بازم براتون عید تبریک میگم. گیتی عزیز، چرا از یک رقم چوب هستی؟ فکر میکنم که وقت از خانم ابراهیم ایدی نگرفتی از پدر جان. نه به خدا نگرفتیم، حال میخوایم از خودت بگیرم ایدی خدا. خب حال ما این هر کوزک هست داخلش میبینی لوکیشن دیکور فرمایش سلطانی صاحب است. این دیگه همونتا کلاسیک از بازده داخل هر این کوزگک ها، یکیش طلا یکیش نقره تو خوش کن. اما فعلا عید تبریک باشه، لباس نو تبریک. اول ما یکم بزنم، اول میشم کوزه رو چک کنیم، بعد از باس میریم. نه خوین، حال بیننده منتظر است که باید پیامت را داشته باشه. اول سلام بعد کلام. ایس خود من در قصه گرفتی. خب اول خدمت خود سلام مویم جان، خدمت عزیزای دل، امید که عید خوب و خوش را سپرید. سلامت باشی. آشگل عزیز، عید در افغانستان خوب است یا بیرون از افغانستان؟ اول خواست سلام برای شما و کسایی که اینجا حضور داره. عید از صمیم قلب برای همه تان تبریک میگم. خدا کنه که عید خوب و خوش داشته باشی. سعیز مام همه مرم میگم که عید برای تبریک بگه. دیگه بسیار زیاد خوش آمدی. تشکر، قربانتان. دیگه مرزی عزیز، ای تو دست کدام فیلم اکشن سنم آنده بود که آمده گرفتی که باید ریاکشن داشته باشی؟ بسیار زیاد خوش آمدی. ماشاءالله با چی لباس وطنی را انتخاب کردی؟ ما اکثر خودت در افتتاح، در استیج، در کار و کارگردانی دیدیم که با لباس کرتی پتلون و این چیزا، ما امروز واقعا وطنی شدی. ما اولتر سلام عرض ادب خدمت هزار گرامی، هم مسلکایم هم سنگرایم تقدیم میکنم. بعد یک سلام خاص خدمت تمام مردم عزیزم که در این کره پهنهار خاکی زیست دارن تقدیمشان میکنم. عید سعید فطر از صمیم قلب برشان تبریک میگم. آمدیم در بخاطر اکشن خوب عد زدی، بخیرن قریب یک فیلم ما تمام شد، تقریبا یک و نیم ما را در بر گرفت. یک فیلم داستانی خانوادگی است. همیشه مردم ما میگفتند که فیلم های شما جنگ داره جنگ داره، من میخواستشان خواستم برآورده کنم. اصلا یک قفاق هم نداره بغیر که استاد معروف نقش خانمشان یک چند نفر به گفته ایرانی ها کتک میزنن لط میکنن. دیگه انقریب بخیر ما همراه وزارت دفاع قوای هوایی گپ زدیم که امرشان دادن یک فیلم نظامی داریم ما بخاطر قوت بخشیدن بر روی نیروهای امنیتی کشور به نام کفن رنگه. همون لباس پلنگی را ما عنوان دادیم به نام کفن رنگه که ما میخواییم که هم دربارهش بگوییم. بعضی ها نمیگن، ما میخواییم بگوییم. کار مردم منتظرش باشن انشالله که در نقش منفی مرکزی استاد معروف سلطانی است. نقش های مرکزیش هم میمانیم. فعلا هم استاد معروف را بفهمن که یک نقش متفاوت ظاهر میشه در کریر سینماییش، یک نقش متفاوت ما در نظر گرفتیم برش که انشالله بخیر ظاهر میشه. با دیگه گفا رو بدن میزنیم. بازم برد پیش از پیش هم عید تبریک، هم فیلم که بخیر میای تبریک باشه. تشکر از خودم باد باری لباس هم بگویم. خب ما همیشه خودتان رسی در کرتی پدلون بودیم. این بار خواستیم یک چیز چنجنگ بایم و تبدیل کنم حال هوای خودم و بینندارم دوستارم یک لباس دیگر در نظر گرفت. یه هم فکر میکنم کمال و جادوی همی جان تنهاست دیگر. بله آه بله. خیلی محمدی عزیز، محمدی که همیشه بسیار آرام است اما در کارا آرام نیست. ماشاءالله
کارهای نوش هم آمده رئیس، ما شاهد کارهای قبلی هم بودیم. دیگه عید تبریک، لباسا تبریک، امیدوار هستم که در برنامه های بعدی غیرحاضری نکنید. سلام و عرض ادب خدمت خودت امیدی صاحب عزیز و همکارای عزیزم. عید سعید فطر از صمیم قلب به شما و همکارای عزیزم بینندگان تلویزیون آینه تبریک میگم. امید که عید خوب و خوش داشته باشم. عید شما مبارک. همچنین قربان. کرکتره که دوستا شاهد از بزرگوارا در اینجا که در هر فلم یک نام که برش داده میشه بازو در بیرو لقب برش میشه. من نمیفهمم که بگویم زبی جان ایدت مبارک، سلطان صاحب ایدت مبارک، دیگه بابا ایدت مبارک. قربانت حمیدی عزیز، من سلام از ادب دارم خدمت خودت، ایده برات تبریک میگم، ای دریشی استایل نوته برات تبریک میگم، بسیار بسیار خوب میگید والا نام خدا می دریشی بخیال میام قسم برزدان میشه خو؟ ام قسم خوب میگه دیگه عید تبریک اونو سات تام تبریک بسیار سات مقبول دست کردی دیگه عید از طریق تلویزیون زیبای آینه به تمام مردم عزیز افغانستان تبریک میگم انشالله که یک عید خوب و خوش داشته باشین دیگه یک زرمی کرونا و قرنطین یا را مدنظر بین اگر چی قرنطین به نظر ما قرنطینی که اینجا اعلان میکنن و قدر تاثیرگذار نیست ما باید با کشورهایی که یک ذره رفت آمد زیاد داریم اونم رفت آمد خود اگر قطع کنیم برای چند وقت انشاءالله که مردم ما از این مرض نجات میافن متاسفانه دولت نمیفهم پانتونا را بنک و مکتب و دیگه و دیگه اما مرزا کلش باز است مرزهای هوایی زمینی همش باز است کشورهایی که فعلا دولت بسیار خراب قرنطین به سر میبرن مردم هر روز از اونجا میای و میره اینی بسیار خطرناک است برای ما نسبت به اینکه ما دانشگاه و نفهم مکتب و اینا را بند کنن خدا کنه که دولت ما در این عرصه یک ذره جدی باشه ما نمیخوایم که پس ایسو آغاز کنیم شروع کنیم اول خوب افتخار تمام سینماگران افتخار بخشیدین تک تک شما که در برنامه ما تشریف آوردین برنامه ما را رنگین تر ساختین اید ما را رنگین تر ساختین چون هر کدام شما گلای تک تاز سینمای افغانستان هستین که با خوشبوهای مختلف در پرده های مختلف چی در سینما باشه چی در رسانه باشه و چی در رسانه اجتماعی که ماشاءالله ما میبینم گیتی جان است و عایشه گل است و نرگس جان کارهای هنری دارن دیگه توفه ایدی چی هست؟ ما ای تو یک برنامه داشتیم استیج نما در اونجا گفتی شاهد سلطان هم باشین شاهد بابا هم باشین این حالا ما چی کنیم؟ این بار نگوی که شاهد کاکا هم باشین والا موی عزیز ما از همه قسم یک چیز ما چند وقت پیش یک شکایت کردم سر بعض دوستا همکارا بعدم خورد من این فهم چرا ما نظر ما در سینما چی است وقتی ما یک کار را شروع میکنیم یک اسکریپت پیش از همی که نوشته میکنیم باید ما بسنجیم که اینمی کار ما در چقدر وقت تمام کرده میتونیم چیزی که از زور ما بالاست هیچ وقت به او دست نزنیم اکثریت فلم هایی که ما بازی کردیم نقش شما یقین بکنین که 5 سال 6 سال از زیر کار است فلم ما همیشه در رسانه که میاییم خب یک کارگردان مثلا تارگت میته خب ما از زبان کارگردان وقتی که در رسانه میاییم بر مردم خود میاییم که اینی فلم مثلا فلانه وقت یا بعد از عید یا بعد از نوروز یا بعد از عید قربان ریلیز میشه اما او فلم دو سه عید قربان و نوروز دکام تیر میشه هنوز فلم مانده سر جایش به اینمی خاطر حتی بعض دوستایی که مشناسن علاقمنده یک جایی که میبینن تمالی سوالش اینمیست او فلانه فلم چی شد نامت دارم یک رقم میشنم حتی من در فیسبوک چند وقت پیش یک پست کردم به خاطر امی گپ که او برادر ده دوازده دانه فلم کار کردیم یک دانش دوال ریلیز نشد داخل رگر نمیتانین امی سنگ ماچ کرده سر جایش بانه نکنین دیگه سر بعض دوستا بعد هم خورد باز بعض هم مسیج و یه چیز هم کردن حتی بعض هایش مرا بلاک کردن از اون فیسبوک خود این گفا خب اینی مشکلات هست دیگه و تاسفانه در مافیام هستی؟ مرا فراموش هم شده مرا فراموش هم شده ساید خیر نفر هست بالی ما کدام فلم در یه آخر کارگردانی میکنی؟ دو تا فلم
یک دانه فیلم کوتاس 22 دقیقه تایمش هست به نام روزگار که نقش مرکزی را استاد معروف سلطانی داره در او فیلم امرای مجده زیارمند و یکی دو کرکتر دیگه است مایل غنیزاده اینا کرکتر کم از دو فیلم 3-4 نفر است که او ایدت شام تقریبا خلاص شده اما یک موضوعی سبتایتل اینایش مانده که مرا گفتیم از ایباد فیلم ها را یک ذره زیاد مردم هایی که در بیرون از افغانستان هستن شکایتشان همی است میان فیلم ها سبتایتل نداره چون بعض هایی که اونجا هستن به زبان فارسی و اینا یک ذره جوان هایی که اونجا به دنیا آمدن و کلان شدن در بیرون زیادتر کسا کامنت یا مسیج میکنن که فیلم هایتان باید سبتایتل انگلیسی داشته باشه همی کارایش مانده انشالله به زودی و فیلم ریلیز میشه و یک فیلم دیگه به نام نرگس که تقریبا کم مانده شوتینگایش و کرکترهایش هم نام خدا همی جمعشان هستن استاد معروف سلطانی نقش مرکزی است در او فیلم هم اجمل جان مجاهد نقش مرکزی داره در او فیلم یک نقش بسیار عالی بسیار متفاوت واقعا هم از بازیش راضیستم اجمل هم زیاد همراهش یک جا کار کردیم در چندین فیلم یک کرکتر بسیار عالی است خوب نقش میگیره بسیار زیبا بازی میکنه و یک چیز ما از اطور امو دیالوگ مثل کرکترهای هالیوود واره از زبان نمیگه از قلب خود دیالوگ میگه مرا بسیار خوشم میاد صدای بسیار خوب داره دیگه آیشه جان در فیلم نرگس نقش امو نرگس دیگه آیشه است خب ما فکر کردم خیلی در نقش نرگس خود نرگس جان نه در نقش نرگس آیشه جان بازی میکنه بسیار خوب تبریک باشه یک کار متفاوت است تقریبا یک بعض صحنه‌های رزمی و ورزشی هم داره فیلم که اکشن کارگردان فیلم هم کار رزمی را هم آیشه جان پیش میبره به همکاری استاد معروف دیگه یک چیز خاص متفاوت برای آیشه جان هم تبریک باشه اما چه خواجز سیشته نمیدو دیگه گیتی جان و فیضی همچنان در فیلم نرگس نقش داره بسیار نقش عالی گیتی واقعا ما از کارش بسیار راضی هستم خب امی ما در سینما در کل در هر مسلک کادم باشه از یک جایی که شروع میکنم من آدمایی را دوست دارم که اونجا یخ بسته نکنه اونجا نمانه پیشرفت کنه او گیتیه که تازه ها آمد چون در حدود از اولین کارهای خود تا به امروز امرای ما کار کرده او چیز امروز ما که میبینم یک گیتی متفاوت یک کس که واقعا خیلی عالی بازی میکنه وقتی که برش اسکریپت میتی دیالوگ میتی خدا میافد نقش واقعا در فیلم نرگس بسیار عالی بازی کرد از لحاظ دیالوگ ریاکشن دیالوگ یک هنر پیشه همی ارتباط کار هنر پیشه ای است که با بیننده ارتباط برقرار کنه اکثریت کسا از بعض فیلم ها که شکایت داره خصوصا از فیلم های افغانی متاسفانه سر بعض دوستا و کارگردان ها بد تخوره میگن که فیلم افغانی ولی آدم نمیگیر آدم او چی است که هنر پیشه با بیننده خود باید ایرا بفهمه که چه قسم ارتباط برقرار میکنه که بیننده خود در تصویر احساس کنه بیننده تو احساس کنه که داخل امی فیلم ما هستم شما ببینید فیلم های دیگه دنیا را ما شما ببینید اما احساس میکنیم نه در صحنه اکشنش میگیره تا یا در صحنه رومانسش اینایش اینو تر یک چیز گیتی واقعا نمو نقشه که داشت خیلی زیبا بازی کرد ما تمامشان راضی هستم استاد معروف یک چیز متفاوت کار کردی بار اجمل جان آیشه کار اولش از فیلم نرگس خیلی عالی بازی کرد انشالله فیلم های بعدی هم همراه ما هستن همی تیم در کل انشالله کارهای جدید خب از کارهای جدید حالا فعلا یاد نمی کنم که باز از ما مثل همی دگره ها رو نشه یک دفعه کار بانم مردم ملتظرش انشالله بازم تبریک باشه پرودوسر کی هست؟ سلامت از فیلم روزگار پرودوسرش استاد معروف هست خب نمی خاطر از این پرسان کردم که کارگردان خودت هستی بله ها خاطر کارگردانی بارش امتیاز میتی یا خاطر صحبت کردن زیاد
امروی من دیگه برنامه داشتی و همه قسم هستم دیگه و اگه یادت باشه در برنامه قبلی گفتی که یک کرکتر دیگه امروید باشه یک کرکتر دیگه امروید باشه تو من به تلایی اگه دو ساعت برنامه داشته باشی پیش میبرم پشتش نگر اما امشب جشن ماست امشب عید ماست می خواهیم که از تک تک تان صحبت های خیلی خوب صحبت های هنری داشته باشیم دیگه بازم برای تبریک باشه هم عید تبریک هم کارهای نو تبریک اجازه بده که شاهد افتتاح فیلم تان باشیم که باز در وقت در استیج سینما یا تالار که افتتاح میشه برای تان نمولوج برآمده تبریکی هم بتم و یک عکس یادگاری هم بگیرم انشالله زدگان قیاس سلامت ما تا مای که بگیرم دیگه اینا چهره کارگردان امروز امید است سلطانی صاحب اما ماشاءالله کارگردان ها سر تو تید است دانیدی؟ من سه کارگردان ها ببینم که قیس مرزی زوی قیاس رومان حقیقی که در فیلم هایشان خودت کاست هستی چی فکر کنیم برشان؟ گفتی که بیا کارگردان باش تمام امتیاز از ما یا که یا گفتن که بر ما چانس کارگردانی را بده که باز ما بعدا نه ما گفتم که شما کار کنین فهمیدی ما خب ما گرچه صدایت میایه خب بگو برو باز ما اقامت نمیم رومان عزیز خب اول با بزرگواری تو ببخش برای یک لحظه تو فکر میکنم دیگه منطقه شتیم جلسه داریم و رئیس جلسه مرا تعیین کنه لطفا تو دینم اینجا بیا بیا بزرگوار تو بیا 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 اینجا بیا راستی تبریک باشه فیلم قصاب جایزه گرفت نه در خارج با افتخار فیلم قصاب بزرگوار برای اکیم جان تبریک میگم برای خودت تبریک میگم بالت مایه بزیز یک جایزه رو چی میکنی خودت کم گرنگ هستی که جایزه رو هم سر ولی مایب جان عزیز دگه ما خو به خاطر از همی کار بکنیم که یک جایزه بگیریم یا یک تندیز بگیریم برای وطن خود خدمت نکنیم به می خاطر دیگه ما به خاطر پولش کار نمیکنیم که مثل دیگر آوره ما پولدار شیم ما پیسه دار شیم ما شیم نه کدام قلم داره پیشش؟ خب یک دو فیلم کدش من امضا کنم نه؟ و خیلی دوست هم دارم که ثبوت بگیرم خب میشه رابطه به فیلم که تازه بخیر میایه کارش باقی مانده خلاص شده دعید میایه دعید قربان میایه دعید سال آینده میایه یا صد سال پیش خواه یک فیلم داشتی حالا خود یک قرن تیر شد نه او تال نامده بله 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 اما باز میگه مافیا نه بله بله که میگه خودتا کتزیان نزن که برق میگیره محب جان حزیز دگه ما بیننده عزیز سینماگرای عزیز خو د زیاتر کارای ما آشنا بودن د بخش تمثیل به حساب تولید مدیر تولید دغه اولین بار خواستم که ما یک قدم دیگه بانم به میچی استاد معروف دغه ما خواستم که یک فیلم کارگردانی بکنم قربانتم وای عزیز دغه فیلم ما به نام سرنوشت سیاه هست شوتنگش خلاص شده دیگه فیلم دهیدت است ما هیگه پا برای سینماگرای عزیز ما یا با او کارگردان ها نمیگم مرا ببخشین ما مثل دیگر آور نیستم ما چیز که وعده بتم دواده خود استاد هستم بعد از این هفتم هید مای روزه بخیر فیلم مرا به تماشایش هستم ماشاءالله اگر وعده نتم بگه دست تا خلاص یه چیز کرده نمیتونه استاد ما پیشت از بر تبریک میگم که ماشاءالله در سه فیلم کاست هستی که کارگردان ها در اینجا از کارگردان ها پرسان کردیم از دوتاش یکیش مانده که گرچه کمزر معلومات داد میخوایم از خودت پرسان کنم که چی فکر کنیم کارگردان ها بسیار علاقه مندت هست یا تو بسیار علاقه مند هستی که در فیلم های مختلف کار کنی تشکر و خدا اید هست امیر ایدی گفته یک شخ خب بگو کدام شد دمی باد از این ما شاید افتتاح باشیم تشکر محیبی عزیز اگرچه که کارگردان ها خودش برات معلومات هم داد من بسیار خوش هستم جای افتخار است که امروز کارگردان ها کار میکنم چون دوستای بسیار نزدیکم است
ما خواستم که کار متفاوت کنم امروی ازیا امروی رومان جان حقیقی، زبی قیاس و قیس مرزی با خاطر ازیا کسایی هستن که همیشه در سینما تلاش زیاد کردن و فکر نمی کنم که بعض مردم ها که گپ می زنن در باره فلم فلمسازی برابر ازیا وقت قدر نمی فهمن که مثال ما پیشگویی نشه که حالا مردم فکر نکنه که در باره زیاد تعریف میکنه چون از خودش است. این واقع چون ما کار ازیا رو دیدم، ما زیاد کار کردیم، تقریبا 26 یا 27 فلم ما مثال کار کردیم، نقش هم بازی کردیم، پروژیس هم کردیم، کارگردانی هم کردیم. امروی هزی سه نفر واقعیت خیلی ما راحت بودیم، واقعیت کار ارزش بسیار خوب بوده و در آینده میخواییم که امرویشون دگام کار کنم. ما دیگه افتخارم است که رومان جان، زبی جان و قیس مرزی امروی ما کار میکنم و من حیث کارگردان ما بسیار خوش هستم. و پیشتر سوال های کردیم، ما نه یا رو پول دادیم نه چیز واده کردیم، واقعیت یا از مو تای دل کار میکنن در جان دل امروی ما کار میکنن. سوال به خاطر ازی کردم که کارگردان های پیش گفتم شاید پول نگرفته باشه فیلم هم نکشید. نه او طرح نیست، کارگردان های دیگه هم که مثال پیشتر فیلم مافیا رو یاد کردیم که تام کار کردیده او خوشبختانه بگویم یاد بعد بعد یگانه اشتباه زبی جان قیاس هم هست بال بچه هم از ما پرسام بکنه بگه پدر ما جوان شده فیلم تو کجا هست. خوبی عزیز که همیشه تقریبا چهار نفره که مثال در فیلم هست و خدا چهره خدا با چهره شده بیدی در مافیا یکی خودت هم نقش بازی کردی، رومان حقیقی هم هست و زبی جان قیاس هم هست و خوشبخت هم بگوییم دیگه که استاد نوری، نور محمد نوری هم همراه ما در فیلم زیاد زحمت کشیده، پشت کامرا بوده، کامرا معنی زور فیلم زیاد کرده، خصوصا هم صحنه‌ای که اکشن های بسیار ثقیل بوده استاد نور محمد نوری بوده زیاد زحمت کشیده. یا هم دمو چرت هست که این فیلم چه وقت مبره، ما هم دمو چرت هستیم که چه وقت مبره. دیگه کارگردان از فیلم ما خودم هستم دیگه، اما تو که دمو تایتل میبینیم و دیگه کارگردان از معلوم نیست که چه وقت فیلم مبره، ما هم چرت میزنیم. برای تو هم سوال خلق هست، برای کل دوستا همیشه پرسان میکنن. یکی او یکی دوم یک فیلم دیگه ماست که او را من تقریبا 3 سال شد که همراه حرف جان نوری او را کار کردیم که کارگردانش هست واقعا او هم خیلی زحمت کشیده، زحمت خود کشیده دیگه. ما منتظر از اموسی مرد فکر که من مصاحبه میرم چه وقت سایره مثلا افتتاح میشه باز ما میگم سایره دیگه فعلا از قفس فرار فعلا از پریده است دیگه. ان شاء الله که تو هم فکر میکنم که بعد از این وعده کردن که ریلیز میشه. کارگردانای که فعلا ماشاءالله زوی جان جوان است، مرزی صاحب جوان است، رومان جان جوان است، یارم منتظر بریم باری دیگه که نه انشالله یا کس وقت که کار خوب کردن خلاص شده، تکمیل شده تا جایی که من خبر دارم، تکمیل است. اون زوی جان قیاس بهتر گفت فیلم روزگار، فیلم روزگار مکمل خلاص است. سیدتشون که اون یک ست تایتلش مانده که انشالله او رو بس زودترین فرصت از طریق یک رسانه میخواییم که لایف و او را افتتاح کنیم، تریلرش هم روی یک پوسترش و همچنان فیلم رومان حقیقی را هم خلاص شده که زیر ایدت است که قسمی که وعده کرد براتون اون با وعده خود وفا میکنه دیگه. اون شما ثبوت دارین ان شاء الله که اون بعد از این شاید که تریلرش هم روی پوسترش ریلیز شه بخیر از قیس جان مرزی هم فیلمش اینا قسم ریلیز میشه، پوسترش هم روی تریلرش ان شاء الله. دوستایی که منتظر از این فیلم هست قریب ان شاء الله شاید از این خاط بود که کارگردان ها خوب کار کرده، زود کار کرده و زود فیلم خود هم میکشه، تال نمیده. خدا بر شما را گفت اگر ببخشی که گفت اگر تم دیگه در آینده ما چون استاد نور محمد نوری هم میشیتم، من کوشش دارم که همراه استاد نور محمد نوری هم یک فیلم بسازم و کارگردانیش باید استاد نور محمد نوری باشه کارگردان از فیلم ما دیگه. بخیر رو وعده میکنم دیگه باش که چه وقت شروع میکنیم دیگه و ان شاء الله که ان قریب خاط امروز واقعا کارهای نوری صاحب همیشه ما خودم علاقمندش بودیم و کارهای بهتر داشته به افتخار نوری صاحب. اینال اینمی چوکی که هست خود از یک چوکی با صلاحیت است، اینال خود تو صلاحیت از این را داری که دختر فیلمت مصاحبه کنم که بدماش فیلمت این را تو بگو. بدماش فیلم خواه فعلا بیشتر هم گفتن که ما در فیلم بدماش نداریم، بدماش دیگه بدماش تو مثال افشا نمیکنیم که بدماش کی است دیگه. ما در آینده کوشش داریم که برای هجمل اجمل مجاهد هیچ کس تا حالا کار نکرده، زحمت نکشیده که یک فیلم برش بسازه. ما میجا از طریق این برنامه شما با برش وعده میکنم که یک فیلم ما برش میسازیم، نقش مرکزی برش میتیم که تنها خودش بازی کنه و ظرف دختر خانمی که امروش ما کاست کردیم و رو باز بعدن خواهد گفتیم
دیگه انشاءالله که ما برای شرکت فیلم خود ما میسازیم از بودجه خود. اینا میتونید دلت خوش کنی دختر فیلم تا. موی عزیز ما میخواستم که برات بگم نرگس جان کس نقش مرکزی فیلم ما داره. یعنی سرنوشت استاد معروف هم همچنان نقش مرکزی مثبت داره. دیگه استاد نوریک هست دیگه با بسیار چی ناز کده که قدر پیشش سوزو عذر کدیم تصویر برداری فیلم ما کده دیگه نام خدا از کارش مراضی هستم از کار نرگس جان از کار استاد معروف حجمل جانم که در پولیش تا نقش منفی فیلم بازی کده دیگه تیم تخنیک دیگه دوستا هست که صدا برداری فیلم مرا چی کدم موسا کده یا بلنگ عبده یا مایک نزدیک دیگه موسا رستمی صدا برداری کدم دیگه میکیاجور فیلم فاطمه جان بوده خب هستن اینجا؟ نه خیر نه اینجا نیستن دیگه سناریوی فیلم مرا استاد خیبر فیضی نمشته کدم دیگه دوستای زیاد بودن دیگه میکار کردیم گفتیم باش که چی میشه برات تبریک میگم ما گفتم خیر حالا نگوی که پوستر پلونی جور کرد تکتم پلونی جور کرد اینا رو سودا کردنش تو کو نوری صاحب یکی خوب ای اونر نو تانه دمه نگفته بوده نیکی به وقت کمره ایج وقت نگفتیم که من کار کردیم یا کار میکنم یکی خود ای باره صحبت کنیم دیگه اید از بر ما ایدی چی داریم ما ایج وقت پول و چیزا رو نمیخوایم من شکر خدا امی سینماگرها رو دارم کل چیزا دارم دیگه توفی ایدی هدفم از فلم از کارهای نو چی هست خب مسئله تصویربرداری ما اولین بار که در سینما داخل شدم از تصویربرداری داخل شدم البته در ایران ما آموزشات تصویربرداری و ادیت یا تدوین اونجا آموختم و در کابل که آمدم در آکادمی علوم سینمایی در بخش کارگردانی نویسندگی باز دوره را دیدم و از اونجا فارغ شدم و فعلا به عنوان یک کارگردان یعنی در بخش کامره خب این یک سوال برای همه پیش آمد اما نبوده نه بسیار وقت در خب ما بسیاری فیلم های من خودم هم کامره گرفتیم مثلا هم کارهای بسیار سخت و دشواره که اگر در فیلم های من ببینی که همون کامره که بسیار ثقیل بوده و کامره را خودم کار کردیم و ما فیلم بردار خود مثلا ندادیم چون چیزی که من میخواستم نتانسته مجبور شدیم خودم برداشتیم که اجگاه مثلا من نام خودم من نزدیم در عنوان یک تصویر بردار و در فیلم مافیا از دوستا خواستن که از کارگردان که من فیلم برداری کنم صحنه‌های بسیار اکشن و بسیار تقریبا 30% از اون فیلم برداری کردم صحنه‌های بسیار و اکشن‌های بسیار خوبشه که می‌بینی از تصویر برداری ما است و گفتیم که هیچگاه نام مرم نزن بسیاری از دوستا و سینماگرا برش پیش سوال پیش اومده که نوری که خودش یک کارگردان است خودش یک رئیس یک مؤسسه است چرا می تصویر برداری میکنه خب ما جواب مریاتا زمانی که دوستا مثلا سلطانی صاحب و رومان جان آمدن و ما گفتن که استاد تو باید تصویر برداری میکنی و در بخش کارگردانی حتما همراه ما همکار باشی من نه نگفتم برشان گفتم اوکی من همراهتان هستم بعدا ده ها نفر دیگه آمدن که چرا این کارو میکنی تو بعد من گفتم که ببین ما به عنوان یک سینماگر به عنوان یک خادم این کشور هر اون چیزی که آموختیم اگه به دیگرا آموزش نتم اگه به دیگرا ما کار نکنم خدمت نکنم پس چی به درد ما میخوره باید از تجربات من نمیگم که من تجربه من در بخش سینما در بخش کامرامنی خیلی فوق العاده است ولی هر اون چیزی که یاد دارم باید بتونم به دیگرا کمک کنم اگر من همو هنر خودا که بیارم بمانم بتنا یا به خود نگاه کنم این رسم مردانگی بر اثر من نیست ما اومدم گفتم من کامره کار میکنم و مشکلم نیست من به هر سینماگر خدا میگم که به هر در بخش تکنیک در هر زمانی که شما ضرورت داشتید ما در خدمتتون هستم بدون کدام امتیاز کار کردیم در فیلم مافیا ما میرقم با افتخار بردواری نوری صاحب روان کارت نکنه که اگر خداوند بخواه با دوستا و استاد سلطانی و رومان جان یا بتونیم بعد از دید یک فیلم بسیار جالب داریم که احتمالا خودت هم در این نقش داشته باشه به اجازه خدا خیلی ممنون شما خیلی ممنون از شهناز جان پرسان کنیم که بخیر پلانای کاریشان بعد از دید حال خوب
سوال حتمیست که بگی خود اید پلانش اید گشتک است و خانه قوم و دوستیار دیگه پلان های کاری بعد از اید چی است در بخش مدلینگ که در است امید جان است صدف جان است درست است؟ خب پلان های بعد از اید ما خب یک از فیشن شوهای بزرگ داریم که بعد از ای بعد از بخیر از ایت اینا ای فیشن شو برگزار میشه که یک فیشن شو بسیار بزرگ است که ما البته رئیس ما خواست که ای فیشن شو رو برگزار کنه که بسیار یک فیشن شو بزرگ و شاید سینماگران و همه باشد دوست این ما اشتراک میکنیم یک لباس بتیم به افتخارش رویا جان چی رویا دارن بعد از اید یک اید بود خب آخر امیر رمضان خلاص شوه اید بیا یک رویا بود نه؟ این حالا بعد از اید چی رویا داریم؟ بعد از اید ما یک فیلم چی داریم به نام عشق یا عوض که خودم در فیلم در نقش مرکزی را دارم که انشاءالله بعد از اید ما او را افتتاح میکنیم رویا را رویاش افتتاح فیلم عشق یا عوض با کارگردانی قیس مرزی و افتخاره خب فیلم عشق یا عوض سناریو داستانش از خودم است نقش مرکزی دو دختر خانم است که رویا جان نایاب است سارا گندم که اردوشان کار اولشان است دیگه نقش مرکزی را هم استاد معروف سلطانی داره نقش منفیش هم تمیم جان تنین داره، بشیر جان مختاری است، تمیم جان محمدی است، استاد مرید همکار چاریکاری است، کسایی که نقش بازی کردن دیگه و نقش های فرعی دیگه ادیتوری فیلم هم خودم هستم، اولا ناگفته نمانه، دو کارگردان دیگه کیج است، یادشان را خیری را من میگم، ادیتور فیلم های از اینا هم هستم تقریبا از سال 1383 ما در سینما بعضی ها میگن که این بچه که نو روی پرده آمده این چیز را نمیفهم من میفهم پیشت ما بسیار گپ هاست که چیز را نمیفهم ما از سال 1383 به سینما قدم ماندیم که اولین استاد ما استاد امید تلاش بوده نگه ما از اونا خیلی سپاسگزاری میکنم دومین استاد ما استاد موسای رادمنش بوده استاد فقیر نبی بوده ما زیر نظر ای تو استاد ما درس خواندیم مسلکی که بخش تخنیک کامره تصویر دایرکشن ما کار خدا گفتم نه شما کار ببینین برین فوتوی مرا ببینین ما مثلا امی نقش تمیم جان تنین بنام کلگی میشناخت یک سه چهار شده ما یک فوتوش کلرین کردم انداختم کلگی پشتش گرفتم به خاطر چی بوده شاید مو کار عکس بوده یا کار کلرینگ بوده دیگه عکس شما تمیم جان تنین نوتو نیده بود یعنی یک کار شاید استعداد باشه شاید هم کار تخنیک باشه به گفته جناب استاد نوری یعنی دیگه یک نفر در کامره مایر است یک نفر در کلرینگ است یک نفر در اکتینگ است و ما مومی کارا کار اکادمی یعنی من خود هم یک گونه پوشی کوچک سینمای افغانستان است من هم دروازه سینمای افغانستان تک تک زدیم پایم داخل اولیش نماندیم چی برسه داخل اتاقش برم چی برسه در سر تختش بخوابم استاد دروازه راست کن باش که پیشتر زبیر خنده میکردی فامیدی سایه زبیر سر از این دیگه چی رازها را افشا میکنی سر شوتینگ کی ناوقت میامد این از این چیزا برمه بگو والا میدی سایه وزیز پیش از این که یه پاره برتان بگویم یک خوش خبری بر کلتان میتونم که در عید قربان اون فیلمی که 7 سال 8 سال است که مانده افتتاح خواهد شد بخیر عید قربان یا عید رمضان نه عید قربان 100% انشاءالله تبریک باشه پیش از تو انشاءالله که اشتراک میکنیم و یک برنامه ویژه میداشته باشیم خب چون معاون کارگردان هستی اکثر رازا بر خودت معلوم است در قاط دخترای فیلم بچه های فیلم ناوقت که میامد در صحنه اما تو که لالای قندم گفت که قیس مرزی یک فیلم که می سازه با تمام چیز امکانات که نداریم و یک چیز خیلی یک چیز خوبتر می سازه قیس جان فقط ساعت 6 بجه که میگه که سر تایم باشین در چارایی ساعت 6 بجه دیگه خودش پیش از ما اونجا حاضر است و پشت خانه هر شخص نمیره یا زنگ نمیزنه با شما ساعت چارایی... چند بجه می باشین اونجا فکر 6 بجه اگر 6 بجه دیر باشیم خب میره دیگه دخترای فیلم یا
دختر فلم بچه فلم نداره که ناز نزاکت باشه. ساعت 6 بجه که میگه کارتی پروان، 6 بجه مگه حاضر است. و افتخار محمدی سای بتو مایی که از خود دخترها پرسان کنیم اجازه تا نگه باشه. آشا گل جان تیکن اغلو، ای نام تنها از خودت است یا دوسته همسایره گد کرده یک نام مانده؟ نه تنها از خودم است، البته نام پدر جانم تیکین است و تخلصم است. نام ترکی است، واقعا نام زیباست. تشکر. و امروز لباس زیبا، دختر فیلم که هم در تصویر زیبا هم در اعلانات تجارتی زیبا، امروز در برنامه ما خیلی زیبا آمدن. خب سوال حتمیز در برنامه های ایدی اما دخترها خود بیشتر زیباتر و کل مصرف بازار را یک جای در یک روز مصرف میکنن بازگمه. اما تکن اغلو کسی هست که کده پنج رو پای رایش پنج لکه مقبول میشه. تشکر قربانتان، لطف کرده. نقدر دیگه قابل تعریف هم نیستم، مقبول هم نیستم که شما گفتین. چی میخوری که مقبول هستی؟ البته رشخند میزنیم و باور کن نیک ما از اون استفاده کنیم. در غیر از او خو خانه پرگنده می کارگردانم برای من نزدیک است، او کارگردانم نزدیک است، اونو خو بیادری دعا میکنه هر روز از سر راه میتیر میشه یک روز در روی ما سعی نگرد. نه کلتان نور چشم هستین، البته خاک و پای همه تون هستم. در چند فیلم بخیر منتظر هستیم که کارهای خودت بیایه و در این کارگردان هایی که در اینجا هسته همراهشان کتب شان کدام فیلم ها هسته؟ اول او را بگو بعد از او باز رازا را بگو. البته در فعلا که امی دو فیلم، سه فیلم هست که فیاض جانم هست، البته چلنج و چلنجر که خودشان هم نیست، البته ایده برشان تبریک میگم. و یک فیلم نرگس ما است که هم بعد از امید شاید شروع شود شوتنگاش، و یک فیلم دیگه هم هست که هم بعد از شوتنگاش شروع میشه. برای فعلا سه تا فیلم دارم. قطعا نگفتی در برنامه وعده نداده بودی که یک فیلم قطعا خودتم اینه دیدن مطلب آشنایی شد؟ نه خواهش میکنم. خب هر زمانی که شما فقط صدایت بکش ایزه همچنین اینجوری بگی. آی دوگل ایدت تبریک، واقعا امروز بسیار مقبول شدی. تشکر قربانت، سلامت باشین. کدام پیام، کدام راز داری برای دیگه علاقمندا، برای کسایی که تو را از طریق برنامه ویژه ایدی میبینه که باشه که بازوان بفهمه که راز مقبولی در کجاست؟ خب اولش خب من یک صلح سرتاسری میخوایم که در افغانستان یک سال بیاد تا که بتونیم و کارهای هنری ما را پیشرفت و رنگین تر بسازیم و کارهای خوبی داشته باشیم در جامعه ما. و دومش هم که البته ایده بازم از صمیم قلب برای تمام هموطنان تبریک میگم، چی داخل است چی در خارج است، خدا کنه که ایده خوب و خوش داشته باشن همیشه در زندگیشان، این روزها تکرار شود. قربانم پیشتر مرزی صاحب از واقعا از فداکاری، از عشق ورزیدن در سینما و هنر گفتن. آشاگل عزیز صبح که من تماس گرفتم که شما مهمان ما هستین، یا کانول در دستشان بود و سیروم تیر میکردن که در بستر بیماری و لبک گفتن آمدن، از تکان صدایشان معلوم است. اما قهرمان هستی خودت. تشکر قربانتان، سلامت باشی. گیتی عزیز باز هم تو چورت زده ششتی. گیتی یک عادت خیلی خوب داره، تا برنامه اگه کتت باشه خدا عاجز میگیره که بینندان ببینه واه چی یک دختر است. اگه خودش برنامه داشته باشه بر قلوچ است. خود طبعا دیگه آدم در برنامه خودش باید بر قلوچ باشه مثل خودت. مرم ماشاءالله اینجا کل سینماگرا دیگه دگردم هسته. خب باید هم من خود قهرمان احساس کنم. اول با یک اونر پیشه که می آمدن چک چک میکردیم و میگفتیم نه هالیوود وجود داره نه بالیوود، خود قهرمان احساس میکردیم. حالا یک قدر قهرمان ها که هر کدامش خودش در جایگاه خود علاقمند خاص خود داره، یک طرف نوری صاحب، یک طرف اجمل جان، سلطانی صاحب، دیگه رومان جان، خب بیخی کل گیر یک طرف بانی را در یک طرف روزو بان مطمئن هستم بازه میگیرم میایا. دیگه کارگردان رو کنم دیگه رنگ نمو چا
گیتی عزیز، از کارهای نوت گرچه کارگردان دوستا گفت، میخوایم از زبان خودت بشنوم. تو خو ماشاءالله نه تنها در یک فیلم، در یک بخش در یوتیوب تو هستی، صحیح؟ در رسانه های اجتماعی تو هستی، در فیلم ها، در سریال ها. یک سریال داشتین که زوی جان قیاس بود، نه که نقش کارگردان ها داشتی، نه؟ یگان وقت واقعا من خدا احساس میکردم که در افغانستان همچو سنام بوده. اما در این دست نمیخواییم یک گپا شود، اما میخواییم گپای خوب بشنویم. خب یک فیلم که گفتن زوی جان کارگردان چون هستن و در پالویش دوست خوبم تیکن جان او هم بودن، همکاری داشتیم دیگه. چند فیلم دیگه هم هست که روی دست داریم دیگه. او من از سوشال میدیا کم دور شدیم، فعلا سر فیلم ها کار کرده رویستیم. شما دوگانه ای بودین، یکی دیگه پالویتان بود محنور. خب گلموره ما، گلموره، آه لقب گلموره. آه گلموره تان فعلا غوره شده گوه هست. نه شکر خوب است، دورم نشده، فقط در کارا مصروف است و متوجه درسای خود است چون امتحانات روی کار است. برشید تبریک نمیگی؟ ایده وقت برش تبریکی دادیم. از طرف ما هم برشید تبریک میگم و به افتخار او دخترم که واقعا قهرمان است. یکی از فیلم های شما دیدیم که او در کاندید هم شده در یکی از جشنوارا، به افتخار از یاد. دیگه گیتی جان برای موفقیت آرزو میکنم. امیدوار هستم که در برنامه های آینده با فیلم های نو در استیج نما خودت داشته باشم. خیلی خوشحال شدم، بازم برات دیده تبریک میگم. همچنان اینا فیلم شاید. نرگس گپ شد، اردی تا نسته نه در فیلم نرگس خیلال مای که در خود نرگس بوده نقش مرکزی داری ها نرگس عزیز؟ بله. این فیلم چنده مت هست؟ من نه خودم در سینما رو آوردم و قرار داینده ها زیادتر کار کنم و قبلا فقط در چینل اینا کار میکردم. گرداننده بودین؟ آه بله. یک گرداننده چون قارم هستین؟ خب به هر جایی مثلا نسبت در جای آدم گپ میزنم. مثلا قبلا با دوست ما گپ زدی چرا مثلا وقت برنامه خود تا نسی قشوق هست نال چرا آرام هستین؟ بس اون همون قسم. خب چطور کت کارگردان راحت بودی؟ راحت بودی کت کارگردان؟ بله که رومان جان حقی واقعا نمیفهم چندومین دفعه کارگردان بود، ولی واقعا خیلی خوب بود. بعد کلا مهربان بود با کارمندا، بعد واقعا یک تجربه خوب بود. یگان دفعه مهربان نباش. یک ظالم کی است؟ پیشتر استاد نوری گفت من همکارا بچم در تصویر هستم نیستم که من ریاکشن از این رو کنم. استاد نوری گفت که من یک آن صحنه که خوبش کوشش میکردم تصویر خودم میگرفتم. ای آمده در کلگی صحنه رو تشریح داره است. میگم من هم در این باره خیلی تجربه خاص دارم، تصویر که خودم باشم خودم میگیرم. موبایل کشی سلفی خودش گرفته رو است. این تو آدم است. نه من گفتم خیلی مهربان بود، یعنی برعکسش بر جا. دیگه نرگس جان بر خودتم کامیابی آرزو میکنم، موفق باشی انشالله در استیج نما. دیگه کم گپ نباشی که یک ساعت برنامه ما مصبور نمیشه. اگر هر کدام ما مثلا نیم ساعت گپ میزدیم یک ساعت کلم برنامه تام بود دیگه، وقت نمیشود اصلا. اما ایره ما ای ویژه برنامه را از یک ساعت بیشتر شد، خاطر جمع باشه دو ساعت شده. اما میخواییم که ویژه از دیگه شبای ایده که دوستا پر خاطره بسازیم. بازم بر تبریک میگم اجمل عزیز، واقعا جوان با استعداد هستی. دیگه خودت هم از اون جمله جوانای هستی که در این شب روز انشالله ما شاهد کارهای خوبت باشیم. قربانت، زنده باشی. تشکر خاص میکنم از کسایی که در این عرصه مرا کمک کردن و مرا در فیلم های خود کاست کردن. دیگه از استاد معروف سلطانی، البته از زبی جان قیاس. و یک گپ ایره بار بگویم که از یادمون نره و فراموش نکنیم که مرزی صاحب قند البته بسیار زیاد ازش من راضی هستم. بازم از این بعدش بسیار زیاد جوانای پرتلاش داریم. استاد معروف سلطانی از مرزی صاحب قند، مثل مرزی صاحب لالا زوی قیاس، رومان جان حقیقی و استاد نوری صاحب کنجا شیشته، همه ایشان بر ما بزرگوار هستن. قربانشان، قدر عزتشان، احترامشان البته پیش ما هستن، ازشان خوشحال هستیم.
از تک تک شما بزرگوارا جهان سپاس، بانوهای عزیز، هنرپیشه های خیلی خوب ما، بانوهایی که در بخش مدلینگ هستین، دوستا، سینماگرا، کارگردان های عزیز، پرودوسر های عزیز، یکا هنرپیشه ها رو متوجه باشین، نگه کارگردان هم هنرپیشه ها رو متوجه می باشن من بعد، چرا که ما در برنامه کل کارگردان ها رو متوجه هستیم. دیگه از تک تک تان جهان سپاس، بازم میگم که یک اید ما را صد اید ساختین، خداوند شما را همیشه داشته باشه، پیش از پیش براتان کامیابی های بیشتر از هر افتتاحیتان آرزو دارم که در او ما بتانیم اشتراک کنیم، برنامه های ویژه داشته باشیم از روز افتتاح فیلمایتان، افتخار بخشیدین بازم، جهان سپاس. دوستای عزیز، این بود برنامه نما، ویژه برنامه نما با سینماگرا، سینماگرای افغانستان. نه آلی وجود داره نه بالی بود و ایره که من بار بار شعاره میتونم و افتخارم میکنم، این سال اول نیست، 18 سال است شعاره میتونم و افتخار میکنم که امروز نه آلی بود وجود داره در کنار من نه بالی بود، سینمای افغانستان است و تک تکشان افتخار ماستن. تا برنامه بعدی که ما از طریق استیج نما در خدمت شما حاضر میشیم با چهره سینما، با افتتاح فیلم، با سیمینارهای سینمای افغانستان، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شب خوش، موفق باشین.